اینجا فقط میخوام الان از برادران آرش دعوت کنم جلو بیاد، همینطور نسرین تو هم بیای جلو. میخوایم دستگذاری کنیم و او رو برکت بدیم و این مستی که آرش روی توست از امروز به بعد میدونم خدمت خودت ادامه میدیم که خداوند این حکمت خودش و هر چیزایی که الان احتیاج هست برای قدم برداشتن از امروز هم بیشتر و بیشتر به تو ببخشه. جلوی کلیسا این کار میکنه. فقط قبل از این خودش میخواست برحال یه تقریبا چند دقیقه نه مهمه این میتونی بیا اینجا و مرسی. سلام میگم به تک تک شما خواهر برادر عزیز. اولین بار اینجا ایستادم و هیچ چیزی آماده نکردم. همونطور که پاستور گفت، من 5 سال پیش، بیشتر از 5 سال، وارد این کلیسا شدم و موقعی که به من گفتن یک شهادت کوچیکی آماده کن و فکر میکردم که چه شهادتی باید بدم، خیلی قوی خدا روز اولی که من وارد این کلیسا شدم رو به یاد من آورد. تو سن 24 سالگی بودم، یک پسر پر از درد، پر از مشکل، پر از ضعف، پر از نقص، پر از افسردگی، پر از غم، پر از میتونم بگم دل مریض، فکر مریض، در گناه و پر از بار، پر از فشار، پر از خرابی، چه در درون چه در زندگی بیرونم. عزیزانی که نزدیکتر هستن به یاد میارن اون روزها رو. و وارد این کلیسایی شدم که حقیقتا هیچ کس هم نمیشناختم تو این کلیسا. و موقعی که اومدم و پیش برادر آلبرت و صحبت کردم، او در طی این سالها، در طی این زمانها، همون اوائل مخصوصا، فقط و فقط من رو پذیرفت، فقط و فقط من رو محبت کرد همونطوری که من بودم، با تمام اون ضعف‌ها، با تمام اون اشتباه‌ها، با تمام اون خطاها. من رو محبت کرد، من رو پذیرفت بدون اینکه من رو سرکوف بزنه، بدون اینکه توبیخ کنه، بدون اینکه انتظاری داشته باشه، بدون اینکه شرط‌هایی بذاره، و فقط با یک محبت بی قید و شرط همینطور قدم به قدم من رو محبت کرد، من رو جلو برد، من رو هل داد جاهایی که واقعا فرصت داد. الان وقتی نگاه میکنم میگم واقعا ریسک بزرگی کرد اون موقع، فرصتهایی که او به من داد. شاید الان خودم اگر به کسی مثل خودم اون موقع باشه، هرگز شاید اجازه رو ندم که بخواد در اون فرصتها قرار بگیره، ولی واقعا میتونم بگم و تمام مدت مثل یک پدر، مثل یک دوست، مثل یک دوست وفادار، مثل حقیقتا مثل یک شبان برای من ایستاد. من اون اوائل، الان مثل الان یاد گرفتم، یه مشکلی دارم، کاری دارم، زنگ میزنم، ترمین میگیرم، یه هفته صبر میکنم. اون موقع فقط زنگ میزدم میگفتم من میخوام بیام و اصلا نمیپرسیدم شما وقت دارید، زمان دارید. و هر بار او من رو با محبتاش به جلو میبرد، با پشتیبانیش، با حمایتش، با پشتیبانی روحانیش، جاهایی که حقیقتا کسی نبود. و خواهر نسرین عزیز، مورد خودم و خواهر نسرین فقط یک جمله میتونم بگم. این جمله اصلا اغراق نیست، اصلا زیاده روی نیست. اگر کسی بخواد جزئیات این جمله رو بدونه، من بعد از جلسه میتونم ساعتها وقت بذارم با روز و دقیقه و ثانیه تعریف کنم. اگر خواهر نسرین نبود در این 5 سال، من حقیقتا زنده نمیموندم. من حقیقتا نمیتونستم از روزهای وحشتناک سخت زندگی خودم عبور کنم، روزهایی که واقعا برای من طعم جهنم میداد. و او از جان خودش، از وقت خودش، از اعتبار خودش، از خیلی چیزها که شاید نتونم بگم گذشت، ولی برای من ایستاد و من رو محبت کرد. فقط میتونم بگم من رو محبت کرد. شاید یک نفر بگه من فیض مسیح رو نچشیدم، ولی من چشیدم. من حقیقتا فیض مسیح رو چشیدم.
فیض مسیح رو من در این کلیسا چشیدم، از افراد زیادی که تو این کلیسا الان نشستن و اینجا هستن، کسانی که من رو محبت کردن، کسانی که منو پذیرفتن و حمایت کردن، پشتیبانی کردن. خواهر عزیزم، خواهر حقیقی، همه خواهر حقیقی هستن، حقیقی تر ما با هم زندگی میکنیم. خیلی این سالها خیلی او هم بها داد. سالهایی که من جلسه خانگی داشتم، از خونه میرفت بیرون بدون اینکه غر بزنه، زمستون تابستون تا ده شب بعض وقت طول میکشه تو باد بارون برف. هنوزم که هنوزه خیلی وقتهای زیادی من رو تنها میذارم، نمیتونم با او همراه باشم، با او هم قدم باشم و هیچ موقع غر نمیزنه، شکایت نمیکنه و محبت میکنه و همه کلیسا. و در آخر فقط میخوام از کسانی تشکر کنم که در این چند سال اجازه دادند که من اونها رو به نوعی خدمت کنم، من اونها رو به نوعی قدمهایی براشون بردارم، پاهاشون رو بشورم. چه در کلیسای هامبورگ عزیزانی که بودن و به صورت خاص در دو سال گذشته که تمرکز خدمت من در کلیسای برمن بود. خوشحالم که امروز عزیزانی هستن اونجا، کسانی که فقط میتونم به جرئت بگم من رو تحمل کردند، کسانی که بد اخلاقی من و اخلاقهای اشتباه من و غر زدنهای من رو، فوجان کجاست؟ من میگه برادر غرغرو غرغرو البته جوابم داده خیلی موقع ها و هنوز هم تحمل میکنم. معمولا تو این روزهای دستگذاری فقط از چیزهای مثبت و خوب گفته میشه، اما خودم خوب میدونم که چقدر در طول این سالها دلهایی رو شکوندم، چقدر اشتباهات کردم، چقدر خرابکاری ها کردم، جاهایی نامطیع بودم و ضربه هایی هم زدم، شاید که نه حتما. و این فیض خدا هست که من رو محبت کرد، من رو کشید، من رو تا به اینجا آورد. در آخر با یک چیز کوچیک میخوام تمام کنم. من 4 سال پیش که تازه قدم های خدمت رو شروع کردم برداشتم، داشتم کلام خدا رو میخوندم، رسیدم به این قسمت از کتاب اعداد باب 11 که زمانی که موسی خسته میشه و به خدا میگه من چه کار کنم، و خدا به اون میگه که 70 نفر از مشایخ قوم رو به جلوی خیمه اجتماع بیار و من از روح تو بر اونها خواهم گذاشت تا تو به تنهایی بار قوم رو حمل نکنی و اونها با تو باشن. من 4 سال پیش که این کلام رو خوندم فقط واقعا زانو زدم در حضور خدا و یک دعا کردم، گفتم خداوند من یک خواسته از تو دارم که همان روحی که بر برادر آلبرت و خواهر نسرین هست بر من بیاد. من یک روح فراتر نمیخوام، یک روح بیشتر نمیخوام، من همون رو میخوام که زیر اطاعت اونها، زیر اقتدار اونها، در بیشترین هماهنگی، همدلی و همفکری با اونها بتونم به این کلیسا خدمت کنم. نمیخوام یه چیز بیشتری باشم، نمیخوام یه چیز اضافه‌ای باشم. و گفتم همون روحی که بر اونها هست بر من بیاد. و امروز با یک دعا، با یک آرزو، شاید جسارت باشه، واقعا برای خودم این دعا رو کردم. بیم به دوم پادشاهان باب 2، زمانی که ایلیا میخواست به آسمان بره، به خادم خودش الیشا گفت چه آرزویی داری تا من برای تو برآورده کنم؟ و الیشا به ایلیا گفت از آن روحی که بر توست نصیب مضاعف بر من بیاد. و امروز هم باز من این آرزو رو بر خودم کردم. این عزیزان هنوز قرار نیست رو بوده بشن، ولی هنوز نیاز داریم. ولی امروز آرزوی من برای خودم این بود که باز هم از روحی که از این عزیزان هست نصیب مضاعف بر من بیاد، تا باز هم بتونم زیر اطاعت این عزیزان در یک دلی، در هماهنگی، در اتحاد بدن مبارک عیسی رو که تک تک شما هستید خدمت کنم. گود، میخوایم الان برای تو دعا کنیم. خیلی خوب میشه کلیسا با هم بیستیم. تو بیا اینجا باشه زانو بده. اوکی، از این آرش این آیه هست که میخوایم روی تو اعلام کنیم و بعد از اینم یه دعا خواهیم کرد. پدر به پسر خود آرش گفت قوی و دلیر باش، مشغول شو و هراسان
نباش، زیرا یهوه خدا که خدای تو می باشد با تو است و تا همه کار خدمت خانه خداوند تمام نشود تو را وا نخواهد گذاشت و تو را ترک نخواهد کرد. یا مرسی عیسی مسیح که تو اینجا حضور داری. خدا تشکر میکنیم که زمانی که آرش در رحم مادرش به تو رو خواندی، تو میدونستی خداوند از فرزند تو چه چیزی خواهد شد، از قلبش اطلاع داشتی از همه چیز. و مرسی که امروز از این روزی که الان ما هستیم تو از قبل میدونستی خداوند. و مرسی که امروز تو اینجا هستی، من دست و مال تو هستم خداوند. مرسی برای عطایی بهش دادی، برای این دورانی که گذرونده خداوند که تحمل کرده اینطوری که گفت. مرسی از این روح مطیع شدن و اطاعت که روش کار میکنه خداوند. و خداوند این دستمال توست خداوند، که همون آیه‌ای که خونده شده خداوند، که دست رحمت تو روی بیاد خداوند، مس خداوند، مسی که خودش میخواست. هر چیزی که من عنوان شبان دارم خداوند منتقل میکنم خداوند. هر چیزی که دریافت کردم خداوند، چون مال من نیست، مال فرزندان تو یا کلیسای توست خداوند، منتقل میکنم خداوند. حکمت تو، دید روحانی و چشماش ملکوتی ببینه خداوند. و در این زمان آخر دعا میکنم که نقشه های تو، استراتژی های تو خداوند منتقل کنی خداوند، چون قوم بزرگ هدایت خواهد کرد خداوند. خداوند دعا میکنم صبر تو و ایمان تو در او کار کنه. خداوند دعا میکنم شالوم خودت خداوند بهش ببخشی، که خداوند لذت‌های زیادی در تو، در حضور تو بکشه و خداوند در این لذت‌ها تو با تو آشنا بشه. و دعا میکنم قدرت ببخشی در زمان تنگی و در زمان تاریکی، خداوند تو این تاریکی تو رو مثل این نور کوچیک ببینه که با او هستی و ایره هدایت میکنی، یه ستاره صبح. این دعا رو میکنم و رو برکت میدم، تو رو برکت میدم، چون هر چیزی که خواستی آرش از من، از ما به تو میبخشیم و بیشتر از این چیزایی که نخواستی که خداوند به تو ببخشه. سر تعظیم به حضور تو فرو میاریم ای شاه شاهان، ای خداوندگار، ای خدای وفادار و عالی. میتونم بگم کیست خدایی مثل تو؟ خدایی که رحمت خودشو به یاد میاره، خدایی که عهد و وفاداری خودشو برای افرادی که در راستی، در تواضع و فروتنی در نزد او سلوک میکنن به یاد میاره، وعده های خودشو به یاد میاره. تو رو شکر میکنم که امروز تو آرش رو به یاد آوردی خداوند، نه به خاطر درسایی که خوند، بلکه به خاطر 5 سالی که خاک این کلیسا رو خورد، 5 سالی که در تواضع و اطاعت و فروتنی
خداوند زیر دستای تو سلوک کرد، زیست کرد. خدایا تو رو شکر میکنم برای وجود او، برای خلقت او. پس دعا میکنم ای خدای عالی، دعای قلبی من اینه که او رو به یاد بیاری در این لحظه. دستای تو باشه که روی سر او قرار بگیره، تو باشه یهوه خدا که نفایس آسمان خودت رو سیراب کنی، تو باشی که نفایس محصولات زمین خودت، پوری زمین خودت او رو بهره مند کنی، تو باشی ای خداوند، فقط تو باشی که نفایس کائنات خودت پسر تو به یاد بیاری. خداوند به یاد میاری که من و آلبرت چقدر اندک در زندگی او کاشتیم و چقدر فراوان با پوری کلیسای تو و تک تک ما بهره مند شدیم از ثمراتی که تو در زندگی او به یاد و به بار آوردی. پس به یاد بیار پسر تو، خدا من به یاد بیار، دستای تو باشه که شاگردان و شاگردان برای می پرورونه، که خدا و شاگردانی که در پوری اقتدار، در پوری تواضع، در پوری اطاعت، در پوری شادی و سلامتی خداوند برای او ثمر بیارن. خداوند چون تو خودت گفتی و هر که داره از اونی که نداره میگیری میدی به کسی که داره، از خداوند بیشتر داشته باشه. دعا میکنم خداوند، دعا میکنم دشمنان در روح او از یه سمت بیان، از هزار سمت فرار کنن. دعا میکنم خداوند زندگی خصوصی و مالی او خداوند زیر دستای تو پرورده بشه، از امانتای تو پر بشه. خداوند دعا میکنم زندگی او، شاگردای او، خدمت او، زندگی زن و شویی آینده او، ازدواج او خداوند، تمامی نشست و برخاست او باعث اکرام، تمجید و جلال توی شاه شاهان و گسترش پادشاهی و ملکوت تو در کلیسای آلفا و اومگا در هامبورگ و در جهان باشه. باشه که او افزوده بشه از تو ای خدای عالی، تو افراد بدونن کسی که برای تو میسته خداوند تو مدیون نمیمونی و با پوری پیمانه او رو لبریز و پر میکنی. آمین. این همه رو برای آرش عزیزمون در نام پدر، پسر، روح القدس طلبیدم. آمین. 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 تبریک میگم. تو آرش این برال از گلوبل یونیورسیتی این مدرکی هست که میخوام به تو ببخشم. برای تو تهیه کردیم به رسم یاد بود، با این امید، با این انتظار که مس اقتدار نبوت بر تو قرار بگیره آرش، مس اقتدار کهانت بر تو قرار بگیره، مس اقتدار پادشاهی چون سرور ما عیسی مسیح بر تو قرار بگیره، نه کمتر از این. آمین. نه کمتر از این. آمین. در نام عیسی مسیح. هدایایی که با قلبهایی که پر از عشق بود، من دونه دونه افراد با پاستور میدونستیم، فقط دعا میکردیم خداوند کسی دستشو بر این هدایا دراز نکنه که اگه عشق و محبت تو و سخاوتمندی تو در دل اونیست. آمین. من ایمان دارم، ما ایمان داریم که این مبلغ اندک هزاران برکت برای تو میاره. آمین. از طرف خادمین کلیسای آلفا اومگا، برادران و خواهران، تقدیم تو باشه.
این گلم تقدیم تو گفتیم پروین عزیز. مرسی خواهر پروین عزیز برای این قلب مهربونه. حالا میذاریم اینجا، بذاریم اونجا برای قشنگی. دکور اونو به هم نزنیم. اوکی. باشه. میتونی بشینی؟ یا. گود اوکی.